سلام و وقت بخیر، باز هم با خبرهای روز با ما همراه باشید. خبر خوبی که به گوش همه می رسد این که دانشگاه ها در افغانستان دوباره شروع شد. این واقعا یک خبر خوب هست. دوست عزیز سلام، خدا کنه که خوب و صحتمند و سرحال باشین و کسایی که در صفحه اینستاگرام شخصی خودم را دنبال میکنین، ویدیوهایی که من براتان میمونم. من به پانتون کابل هستم و به خاطر تهیه و ثبت یک گزارش آمدیم از شروع درس ها که امروز پانتون کابل فعال است و در همین لحظه تایم دخترانه است. دختران میان به خاطر درس هایشان حضور پیدا کردن، بسیار زیاد هم حضورشان پررنگ است، گرم است و چی بتونم گزارش ثبت بکنم چی نتونم، توسط این ویدیو میخوایم بگویم که این بسیار یک اقدام نیک است، بسیار یک گپ خوب است که دوباره پانتون کابل فعال شد، آغاز شد، بخصوص در بخش دخترها و دختر خانمها میتونن بیان درس بخونن و بعد تحصیل خود ادامه بدن. همین لحظه که تایم دخترانه است، تمام پانتون پر از دخترها هستند و هر کسی میه به خاطر شروع درسای خود، هر کسی به صفای خود میره و من همین لحظه به پیش ریاست پانتون کابل هستم و میخوایم که منتظر رئیس هستم که بیای ازش اجازه بگیرم به خاطر ثبت گزارش. ببینیم که اجازه میتن بر من که گزارش ثبت بکنم از آغاز فعالیت پانتون کابل یا که خیر. به هر صورت اگر اجازه بتن یا نتن، توسط این ویدیو که در اینستاگرام خود شریک میسازم میخوایم بگویم که یک اقدام بسیار بسیار نیک است و من به عنوان یک شهروند تشکری میکنم، سپاس میکنم از حکومت امارات اسلامی که دوباره پانتون فعال ساخت و بخصوص دخترها میتونن بیان درس بخونن. بسیار یک گپ خوب است، بسیار یک اقدام نیک است و ایره هر کسی این اقدام میستاید و من هم همچنان میستایم. خبر دیگر، تصمیم جدید طالبان، زنان بدون حجاب شرعی به وزارت ها را داده نمی شود. در مکتوب از وزارت امر به معروف و نهی از منکر گروه طالبان که در دسترس رسانه ها قرار گرفته آمده است که زنان بدون محرم شرعی نمی توانند به وزارت خانه ها مراجعه کنند. این مکتوب که روز پنج شنبه 12 اوت منتشر شده است، وزارت امر به معروف و نهی از منکر گروه طالبان از وزارت مخابرات و تکنولوژی خواسته است که مراجعان زن را که اجاب شرعی ندارند را اجازه ورود به وزارت ندهند. افزون بر این در ادامه آمده است که کارمندان زن اجاب شرعی را مراعات و حل کارشان باید از مردان جدا باشد. این وزارت برای نظارت بر این روند در وزارت مخابرات یک آیت نیز گماشته است. گفتنی هست که اخیراً طالبان محدودیت هایی را در دانشگاه ها و نیز برای سفر به بیرون از کشور برای زنان وضع کرده اند و همچنان ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان از مردم خواسته است که سلاح و وسایل دولتی و دیگر اجناس غیر قانونی را به خاطر تسریع روند تفتیش به نیروهای آنها بسپارند. این خواست آقای مجاهد در حال مطرح شد که از چند روز بدین سو نیروهای طالبان در نقاط مختلف شهر کابل و ولایات شمالی خانه های مردم را تلاشی می کنند که واکنش های تند نیز را به همراه داشته است. سلام بر همه. این دفتر شخصی من است که من اکثرا از این دفتر با رسانه ها در تماس می بودم. امروز بعد از تلاشی به چنین وضعیت قرار گرفته، فامیلم به دلیل از اینکه تحت فشار روانی بود و هیچ قرار نگیره به شرق کابل خانه یکی از دوستا روان کردیم. من خودم در این خانه امروز تنها هستم، خواستم که یک ویدیو بگیرم و از این طریق با شما دوستا در ارتباط شدم. این هم پیام کوتاه ابراهیم جان عابد، کمدین موفق کشور که در دلهای ما جا دارد. و در اخیر لطفاً دوستان نظریات خود را بنویسید. تا برنامه های بعد، خدا نگهدار. دوستایی که در خارج هستن، خیر از بیای وطن، بیای به خدا. وطن بر شما احتیاجت داره و این معتاد شماست. این رای حل نیست که کشور بانیم بریم، این رای حل نیست، باید کشور باشیم. جرمنی ها یک مطل دارم میگن، جرمنی بسوزد ما بسوزیم. ما ناق میگیم هر چه تا خپل وطن کشمیر ده. این چی رقم کشمیر ده که کلی تان ماندش رفته دیگه. هر جا که باشین خوش و آرام باشین.